میبینیم تعداد بودایی هستن، هیچ جا هم نمیشناخته، هی میگوید عجب و عرب و غیر اینها، بلد نبوده بگه مثلا هندی یا مثلا ژاپنی یا چینی، عقلش تا اونجا بوده نمیرسید. عرب و عجم و غیر اینها میگه بت پرست باشن و ستاره پرست باشن و نمچه باشن و اینها، جزیشون رو ما قبول نمیکنیم. و بین کسانی که انتصاب داشته باشند به کسی که دارای کتاب است مانند ابراهیم و داوید و غیر اونها، و بین غیر اونها فرقی نیست. بنابراین از غیر سه طایفه که عرض کردم چیزی قبول نمی شود مگر اسلام یا قتل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی اگر که بودایی ها بیان، هندوها بیان، نمیدونم طرفداران زن، جینیزم، هزارها دین در دنیا هست و خصوص در شرق و اینها، که آقا ما نصف پول رو خدمت شما قبول نمی شود، قتل یا اسلام یا قتل. حالا عبارت رو ببینید، از اونها قبول نمیشه و جز اسلام یا قتل. فارسیدان رو ببینید، معجزاتش رو مثل یه رو قتل میکنیم یا تقدیم میکنه، از اونها قبول نمیشه مگر اسلام یا قتل. این حقوق بشر اسلامیه، این بخشی از حقوق بشر اسلامیست. هموطن گرامی، بنیانگذارش هم الله مدینه. و میخوام خدمت شما این رو بگم که عرض کردم از آسمون هیچی نیمده، واقعا نیمده. ببینید فرض کنید شما یه جنرالی، فرض کنید شما امپراتور میخواید یک جنرالی رو بفرستید به کشورگیری، دستوراتی که به این میدید متناسب با شغلشه. آقا فلان شهر رو اول بگیریم، فلان جا رو بعد بگیریم، رفتارتون با اسرا چنین باشه. هرگز ما تو کاغذ میشینیم دار شب پیش خانومت که میخوابی این کار بکن، یا برو فلان جا توی میخارونی، یعنی به اوضاع و وضعیت شخصی این جنرال امپراتور کاری نداره. این قرآن کریم بخش عمدیش مسائل مربوط به همینا، زن کیره بیار، زن کیره نبر، فلان کن، این چیزا، آی زن خفشین، اینا هم مسائل شخصی این آدمه. هی چرا سر صدا میکنید آی زنها؟ این هر کس دلش بخواهد شب میبرد پیش خودش. اینا چیزه جهانیه، پیامای جهانیه، به ما چه ربطی داره پیش کدوم زنش بخوابیده؟ ولی اونجا هست. 17 آیه در عفت عایشه به چه درد دنیا میخوره؟ امر خصوصی این آقا بوده با اون زنش که دوست داشته و تهمت زده بوده. اینا رو از آسمان آمده؟ خب اجازه بدید که موسیقی بشنویم. خدا به ما یک جو عقل بدهد و انصاف.